سلام دوستان وقتتون بخیر باشه در روزهای گذشته جلساتی توسط مقاماتی از کشورهای مصر بحرین، امارات مغرب اسرائیل و آمریکا در نقب اشغالی برگزار شده در منطقه ای از فلسطین اشغالی که در این جلسه حرفای زدش حرفا ضد ایرانیه شما احتمالا بهتر از من میدونید کلوف شرارت تشکیل شده دی دور هم نشستن حرف زدن که حرفا ایرانی در راسته منافع ایران نیست و علیه منافع ایران به حساب میاد اصحار ازرهای پیرامون این قضیه شبکه اجتماعی در رسانه ها و در بین تحلیلگر ها بوده یکی از کسانی که به این قضیه پرداخته و من دوستشم تحلیلش رو برای شما بخونم یکی از تحلیلگران عرب هست عبدالباری اطوان فردی که به این قضیه پرته این تحلیل رو من دوست داشتم به خاطر اینکه با جزئیات داستان رو تعریف کرده برای مثال میگه که اینا زمانی که وارد فلسطین اشغالی شدن مقامات اسرائیل بلند شدن اینا رو بردن همین مقامات کشوری عربی رو بر سر قبر رئیس جمهورها و نخست وزیرهای سابق اسرائیل برخی از مقامات سابق اسرائیل بعد تو گذاشتش گفته که شما رفتین از این از این زیارت کردین و قبل از اینکه جلسه رو بشه پای این مزارها رفتین میخوام ببینم که اگر اسرائیل به مصر میاد اون هم حاضره که همین کار رو برای کشور شما بکنه با این جزئیات اومدن نسبت به کشورهای عربی این حقارتی که این روزها تجربهش میکنند رو توضیح داده من فقط یه نکته خصوص این نشست بگم ببین شما در نظر بگیر الان یه عده بیان بگن که یه،, یه کارخونه ای رو میخوایم برپا بکنیم چهار نفر بیان بگن که ما میخوایم یه کارخونه ای رو برپا بعد میگن شما کی هستی مثلا چه توانی دارین که میخوایم کارخونه برپا بکنید یه من رئیس کارخونه الفم من رئیس کارخونه فلانجا هم من رئیس فلان کارخونه منم در فلانجا کمی که همشون یا همشون رئیس کارخونه چه خفن الان اینجا رو راه میندازن آبادش میکنن بعد یه زنگ میزنیم میگیم فلانی یه آمار بگیر ببین اینا کارخونه هاشون چی بوده چی کارا میکردن و اینکه چه کمکی میتونن بکنم به تاسیس این کارخونه جدید یه استلام میگیریم بعد اونی که ازش استلام گرفتیم میگه آجی اینا همشون ورشکستن کارخونه هاشون همه, همه کار افتاده خود چهار تا ورشکستن حالی دوره یه میز نشستین چه غلطی مثلا میخواید بکنیم مثلا چهار تا رژیمی که توی پروژه هایی که براشون تعریف شده شکست خوردن اسرائیل در مقابل اون دیوارهایی که ایران دورش کشیده شکست خورده به چالش کشیده شده بهرین و امارات اگر کشوری اراده بکنه اونها رو حقیر بکنه اون کشوری، کشور کشور فقیر عربی به یمن باشه موفق میشه و در پروژه هایی که براشون تعریف شده شکست خودشون دقیقا چیکار کار میخواید بکنید در مقابل ایران خب مسخره است این تنزه کاری اگر قرار بود در این منطقه علیه ایران صورت بگیره آمریکا انجامش میداد آمریکایی که دور تا دور ما رو گرفته بود اگر کسی کننده کار بود آمریکا بود میتونست این کار بکنه نتونست در توانش نبود بعد شماها دارید این حرف می‌زنید خب خیلی طنزه خیلی مسخره است چیزی که توسط اینها داره مطرح میشه جدی گرفته نشده تقریبا همه کسانی که این اخبار رو میشن لبخند میزنن میگن یعنی که دی جمع شدن دلشون خوشه دلشون خوش جمع شدن دور هم حرف زده ایرانی رو صرفا مطرح کردن من میخوام گزارش رو شما بخونم ببینیم که آنها یعنی کسانی که فضای عرب زبان فضای منطقه رو رصد میکنن اما تلاش میکنن مبتنی بر اقلانیت به مسائل بپردازن اونا داستان رو چه شکلی روایت کردن گزارش رو هم بخونیم ابتدای گزارش اومده به این اشاره کرده که سه تا نشست در حال حاضر در سرزمین های اشغالی برگزار شده گفته که این, سر... این اشغالی به مدت پنج روز میزبان این نشست ها بوده و میگه که مهمترین این نشست ها نشستیه که با حضور مقامات این پنج کشور منظورش مصر، امارات، مراکش، بحرین و آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی هست که در منطقه عقبه برگزار شده بعد میگه که توی این نشست کل حرفی که اینا زدن این هست که یعنی اسرائیل اینا رو جمع کرده میگه آقا من بشم رهبر شما ها. یه اطلاف تشکیل بدیم علیه ایران تشکیل بدیم مثلا همه آمریکا انجام داد شما انجام بده بریم جلو ببینیم دنیا دست کیه میگه عزیز نظر من اون چیزی که برگزار شده و اصلا خطرناک‌تر بوده این نشست است که در عقبه برگزار شده بعد میگه عنوانی که کشورهای مشارکت کننده در این نشست به عنوان پوشش و بهانه اتخاذ میکنن احتمال دستیابی به توافق حسی جدیده میگه این ماجرا اینا نگران کرده و باعث شده که این نشست برگزار بشه من این نکته میخوام بگم قبل از که ادامه گزارش این رو هم بخونیم و اون نکته اینه اون کسانی که ایران مسئول هستن یک نکته دقت بکنن هر کجا رو نگاه میکنیم میگن ایران هسته ای ایران هسته ای ایران هسته ای ایران هسته ای اونها رو کلافه کرده ایرانی که ممکن است هسته ای بشود امارات دومین نیروگاه اتمی خودش رو راه انداخته عربستان داره با کمک چینی ها راه میندازه اردن این کارو کرده ترکیه داره سعی میکنه انجام بده قطر داره سعی میکنه انجام بده بعد میگن ما از ایران هسته ای میترسیم اون کسانی که در ایران مسئول هستن اگر امروز از این ناآگاهی که جامعه شما نسبت به اهمیت انرژی هستی داره ام... نمیدونم چجوری بگم جامعهتون تو این قضیه ناآگاهه اگر شما هم میخواید نسبت به این قضیه ناآگاه باشید یا تو این قضیه دست و پایین نزنید کشورمون ضربه خواهد دید کشورمون ضربه خواهد دید و ما اگر میخوایم موثر باشیم و قدرتمند باشیم در آینده پیش رو باید تو این قضیه به قدرت تبدیل بشیم نمیدونم این قضیه رو باشه زبونی گفت و چه شکلی مطرحش کرد حالا نکاتی که ارسیم یه سری جزئیات داره فعلا نمیتونم مطرح بکنم میدونید یه سری حرفایی هست که هممون داریم و هممون میدونیم خیلی صریح نمیشه مطرحش کرد امیدوارم تو این قضیه فکرای اساسی داشته باشن و نکته بعدی که میخواستم بگم به این بهانه اینه او یه فکر اساسی باید بکنی که جامعه اهمیت تحصیل رو بفهمه یعنی تو داری سر یه چیزی میجنگی که اونا همه دارن تلاش برسن بعد جامعه تو هنوز اهمیتش نمیفهمه. و تو در حوزه رسانه صدا و سیما تیم بر هیچ تلاش نکردی که به جامعه توضیح بدی که این چه کمک‌هایی هایی میتونه داشته باشه بریم ادامه گزارش رو هم بخونیم میگه که من با این کاری ندارم که این ایرانه که یک یاران منطقه رو راه انداخته میتونه برای اسرائیل خطر آفرین باشه و این به نفع ما اعرابه میگم با اینش کاری ندارم سالی که میخوام پرسم اینه که ایران برای این مصر 110 میلیونی و مغربی که 5000 کیلومتر باش فاصله داره چه خطری میتونه داشته باشه در حالا من خواهم یه زاویه دیگه ای نگاه بکنم مثلا مصری که چند هزار کیلومتر با ایران فاصله داره و مغربی که چند هزار کیلومتر با ایران فاصله داره چه کمکی میخوان به تو بکنن در تقابل با ایران مثلا چه ظرفیتی میتونه در اختیار تو اسرائیل قرار بده که تو از طریقش بتونی با ایران مقابله بکنی خب کلیت ماجرا یک نمایش دیگه یک نمایش تنزیه که توسط فعالان رسانه جهان عرب هم سوژه شده ادامه گذاشت شما بخونیم این قسمت از نظر من خیلی جالبه به خاطر همین دوستم هم از اون متن شما بخونم میگه که بسیار دردآور است که وزرای خارجه عرب شرکت کننده در نشست سران نقب آرامگاه بنیانگذار اسرائیل را زیارت کردند و بعید نمیدانم که برای رحلت او اشک بریزند و ای برای روح او بخوانند در اینجا این سوال را مطرح میکنم که آیا یک مسئول اسرائیلی یا آمریکایی آرامگاه رئیس جمهور مسلمان و عرب مصر یعنی جمال عبد الناصر را زیارت کرده است در این شد خیلی جالبه واقعا این حرفی که این داره میزنه از حرف فوق ایه آیا اینطور که حکام عرب زوب شدهاند در رژیم صهیونیستی و آمریکا اونها هم همچین حسی نسبت به اینها دارن خب پاسو خیلی روشنه پاسو خیلی روشن و واضح هست و خیلی نیاز به توضیح نداره من یه نکته میخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم من تو نمیخوام روش واسم دوستان یه بحثی قبلا مطرح کردیم پیرامون مواسه نظم نوین جهانی و اون حاکمیتی که میخوان بر ملت ها سوار بکنن یک حاکمیتی که بتونه بر دنیا مدیریت داشته باشه این یه اشاره ریز میخوام بکنم به این بهانه به این قضیه بریم ادامه گزارش رو بخونیم یه جنگی بین ایران و عراق 8 سال طول میکشه یادتون هست شنیدین تاریخ رو مرور کردین جنگ تحمیلی که 8 سال طول کشیده سی که شهریور 59 جنگنداشون به ایران حمله میکنن بعد توی حمله که صورت میگیره سعی میکنن که مراکز حساس ایران رو بزنن فرودگاه ایران رو یک بخشش رو مورد هدف قرار بدن یک کاری بکنن که ما در حوزه هوایی فلج بشیم نتونیم علیهشون عملیات بکنیم حالا اینا به شما میگم ایران تو پاسخ عملیاتی که میده یکی از که انجام میده عملیات رو توی ساعتی تعریف میکنه عملیات هوایی خودش رو که اون لحظه ای نیروهای ایران برسن بالای سر حزب و سراخ و نظامی هاش که آفتاب در حال بالا آمدن باشه که حتی نیروی پشت ضد هوایی هم توی زدن جنگن ایران با مشکل روبرو شه انقدر هوشمندانه و زیبا اون عملیات ها رو تحریزی کرده بودن نیروهای هوای ایران اون نکته که من میخوام بگم اینه تو حملاتی که علیه ما انجام میدن در روز اول جنگ یکی از اتفاقات که رخ میده این بودی که حمله میکنن به پایگاه سوم شکاری همدان توی این حمله ایران موفق میشه ای جنگنده رو بزنه ما یه نفر اسیر میکنیم که اولین اسیر ما در جنگ ایران و عراق بوده این اسیر مصری بوده اصلا عراقی نبود اسیر مصری بوده به این نکته که من میخواستم خدمت شما از بکم گفتم که به اون بحث حاکمیت جهانی میخوام ربطش بدم اینه که تو یه مصر رو در مقابل خودت داشتی توی جنگ تحمیلی اومده علیه تو یه کاری کرده چرا این کاری کرده چون قبلش با حاکمیت پهلوی ارتباطی داشته اصلا با دربار ارتباط داشته ارتباط خانوادگی داشتن رابطه خانوادگی داشتن تا حدودیم میگه خب باشه حق میدم که این در کنار پهلوی بوده اصلا دشمنی داشته باشه با ایرانی که الان ما با شروع رو هستیم باشه گذشت 40 خورده سال گذشت این مصر حاکمیتش عوض شد انقلاب درش شد مردم اون دیکتاتوری رو زدن کنار یه گروه دیگی رو آوردن سر کار بعد کشور پیچید به هم دیگه الان یه نفری که نظامی به اصطلاح خودمون مسی هست بر اون کشور حاکمه ولی رفتار مصر علیه ما همونه رفتار مصر علیه ما تغییر نکرده دقت کن شد یعنی انگار وقتی کشورهای عربی رو نگاه می‌کنی یه ملتی هستن این ملت دارن زندگی میکنن یه سری تاجر مثلا هستن از کشور غربی اونا شما دارن از ظرفیت اون کشور استفاده میکنن بعد سراغ رهبرانشون که میری تو این سیستم رو هر جوری که زیر روش میکنی باز همون سیستم قبلیه چه ماهیتی داره و چه ویژگی داره و چه چیزی رو که چه چیزی رو بر این سیستم ها سوار کردن که رفتارشون هیچ وقت تغییر نمیکنه یعنی تو هر چقدر هم که مهره های جدیدی رو میری باز همون شیوه رفتار پیش این چیز قابل تعملیه ساده نبود از کنش گذشت حتا ماجرا پیشه که باید یه جای دیگه مفصل در صحبت بکنیم بریم ادامه گزارش رو بخونیم در ادامه گزارش گفته که تعیین استایل به عنوان رهبر ائتلاف ناتو منطقه خطای بزرگی است این ائتلاف در رویارویی با ایران و محور مقاومت موفق نخواهد بود و نگرانی کشورهای عضو در آن از میان نخواهد رفت خب از خیلی خنده داره تقریبا همه ما میدونیم شما اومدی ائتلاف ایجاد کردی علیه ایران ائتلاف ورشکسته ها یه سری ورشکسته جمع شدی دور مثلا این پنج تا آدم جمع میشن کار یه گزارشگر موفقی داشته باشن و اماراتش که این همه سال توی یمن مونده یمن علیه شمله داره انجام میده الان بحرینش که اصلا استان خودمونیم تعطیل مردمی که اونجا زندگی میکنن بیشتر مثل ما فکر میکنن تا مثل حاکمیتش از کدوم اطلاف صحبت میکنی با کدوم اطلاف میخوای علیه ما اقدام بکنی خود اسرائیلشون که اصلا به محض اینکه نشست و برگزار کرد عملیات مسلحانه اونجا اتفاق افتاد دو تا نظامیشون کشته شدن و یک درگیری مسلحانه خیلی دارای پیام توسط فلسطینی‌ها اتفاق افتاد که به صراحت هم اعلام کردن گفته این پیام داره کاری که ما انجام دادیم مسئولیتش هم گردا می‌گیریم پیام داره و برای حکام عرب هم پیام داره و به هیچ جا نمیره به هیچ جا نمیره این داستان یه اتفاق تنزی که اینها صرفا برای اینکه یه دستمایه رسانه‌ای به اون بدن یه خورده سرگرمون بکنن به نظر من بریم شو بخونیم در پیام گفته که این قسمت از گزارش خیلی جالبه چهار تا موضوع رو بهش اشاره میکنه میگه به خاطر این چهار تا موضوع به نظر من اینها در مقابل ایران به نتیجه نمیرسن این جنس از گزارش ها رو من خیلی دوست دارم به خاطر اینکه در نهایت از زاویه نگاه نویسنده اومده ایران رو تعریف کرده یعنی اگر گفته ایران ضعیف است نقطه ضعفایی رو گفته که من به عنوان یه ایرانی وقتی میخونم میتونم بهش فکر بکنم ولی اینکه چرت گفته باشه میتونم فکر کنم از زاویه نگاه مون. من چه شکلی هم؟ من ایران چه شکلی یا اگر نقاط قوتی رو گفته باز میتونم روش تعامل بکنم که این نقاط قوت من چی اینجا به چهار تا موضوع اشاره کرده میگه که چهار تا ویژگی ایران داره که این چهار تا ویژگی نمیذاره اینها بتونن در مقابل ایران کاری بکن یک ایرانی ها اراده دارن در طول این سالها اراده خودش رو حاکمیت ایران نشون داده با کمک یاران منطقه خودش اومده وسط میدان ایستاده و ارادهش رو هم نشون داده بعد میگه که اتکاب خود دارن اتکا داخل توجه ویژه به خودشون تلاش کرده که روپای خودش رو مستقله تو هر جوری هم به چالش بکشیش هر فشاری هم بخواد بهش بیاری این تا حدود به سیاسی در حوزه نظامی از خارج مستقله بعد رو چارچوب های بین المللی تو هم پیش رفته رفقای خودش رو دو تا چارتو خودش آورده وسط میدان نکته بعدی که گفته داشتن تر سیاسی مشخص میگه نقشه راه مشخص داره مثل عربستان امارات نیست که امروز بیاد مثلا با ترامپ ائتلاف کنه برای اینکه ایران رو به چالش بکشه فردا بلند شد با اینا جلسه بذاره نه این میدونه داره چیکار میکنه بر اساس یک نقشه راه جلو, جلو, رفته از همون دورانی که خرمشهرش داشته آزاد میشده این مستشار فرستاده حزب الله لبنان حزب رو تشکیل داده سنگر استراتژیکش اونجا راه انداخته اومدیم جلوتر اومدیم جلوتر رفته تو عراق این کارو کرده رفته تو فلسطین سنگرش رو کرده الان رفته تو یمن این کارو داره خب این نقشه راه داره این نقشه راه داره و تو با اون کشوری که نقشه راه داره از طریق تقابل نظامی و لجبازی هم توی جورو بدی گفتگو تنها راهه اون قسمت چهارم که برای من خیلی جالبه اینه میگه که رهبری سرسختانه ایران یک لیدری داره که اون لیدر میدونه میخواد چیکار بکنه و پشت وایستاده تو درک مردمش هم وقتی تغییر میدی شما نگاه بکنید سر قضیه مسائل مختلف در حوزه سیاست داخلی چقدر تلاش کردن از طریق تغییر ادراک در افکار عمومی حاکمیت و شخص رهبری رو به چالش میکشن نه نه اون میفهمه که الان منفعت مردم ایران در فلان موضوع ولو اون که 80 میلیون آدم هم بیان فوشش بدن این کار انجام میده چون میدونه منافع مردم الان در اینه یه جمله قشنگی داره آیت الله خمینی که من این جمله خیلی دوست دارم و اون جمله اینه میگه اگر همه دنیا هم بگوین درود بر خمینی یا بگوین ما اگر خمینی اون کاری که درست سر من انجام میدم برای من فرقی نمیکنه کل عالم جمع شدن میگه ما اگر خمینی الان منفعت مردم ایران در اینه من من انجام میدم الان منفعت مردم ایران در اینه که انجام نشه انجامش نمیدم ولی اینکه کل جامعه من نفهمه منو فوشم بده میگه این رهبری سرسختانه اون چیزی که باعث شده این ایرانه الان برای اونها غیر قابل نفوذ و به چالش کشنده باشه وقتی درباره ایران صحبت میکنیم وقتی در خصوص همسایه های ورشکسته صحبت میکنیم که این یعنی منطقه جزباخت،, جزباخت هیچی نداشتن فکر میکنم یک حقیقت رو ما هست اگر میخواهید با ایران به نتیجه برسید راهکار گفتگوست راهکار اینه که بیایم بشینیم صحبت بکنیم شرارت راهکار نیست اینکه عربستان تروریست بفرسته در فلان کشور نظامی فلان جا بفرسته اینها جز اینکه ایران رو کلافه تر بکنه خروجی دیگری نداره و برای منطقه ما امنیت آور نخواهد اگر اجازه ای من این گزارش رو همینجا متوقف میکنم اگر نکته داشتیم این گزارش اضافه بکنید و حتما توی کامنت برای ما نکته خودتون رو بنویسید خیلی مخلصم الهی که دلتون شاد باشه وقتتون بخیر